خانم ها آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. همکنون که من با شما صحبت میکنم، همیهنان گرامی، روز پنجشنبه به وقت میهنمونه و هفته بامداد روز جمعه که تنها یک روز به وقت ایران باقی است به انتخابات، انتخابات سراسری مجلس نهم آغاز خواهد شد. به همین مناسبت رئیس روزخانها حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای امروز عده ای رو که به اصطلاح مردم ایران بودن دستچین کردن و به حضورشون بردن و ایشون نطق بسیار قرایی ایراد فرمودن که من قسمت هایی از این نطق رو که بی بی سی اون رو گزارش کرده به آگاهیتون میرسونم، هرچند که از صبح تا به حال در خبرها و تفسیرها این مطلب رو شنیدید، ولی من در مورد صحبت‌های مقام معظم رئیس روزخانها بعداً اظهار نظر خودم رو خواهم گفت. ایشون در سخنرانی خودش حساسیت این دوره از انتخابات رو از دفعات پیش بیشتر دانسته و دلیل این حساسیت رو در این دانسته که تیرهای موجود در ترکش استکبار علیه مردم تمام شده، هرچه می توانستن ضربه زدن، هرچه داشتن و به عقلشان رسیده فعالیت کردن. ایشون در سخنرانی خود حضور مردم در این انتخابات رو در درجه اول اهمیت برشمردند و فرمودند آنچه مهم است این است که مردم حضور پیدا کنند. البته این هم مهم است که به نامزدهای صالح رأی بدن. خوب شد این البته هم گفت. ایشان افزودن هر چه حضور مردم بیشتر باشد پشتوانه مجلس شورای اسلامی، یعنی همون طویلهی که یه عده بله بله قربانگو توش هستن، قوی تر باشد، مجلس محکمتری، تواناتری، شجاعتری تشکیل خواهد شد. شجاعتر و قویتر و اینایی که ایشون سرهم کردن، یعنی همون کسانی که آمدن پشت سر سردار علی لاریجانی عربده کشیدن که خاتمی، کروبی، موسوی، نمیدونم هاشمی اعدام باید گردن. ایشون میگه اگر مجلس آینده شما خیلی بیشتر شرکت کنید، نوکرای من برن تو این طویله مجلس، صدای اینا رساتر خواهد شد. بعد دنباله فرمایشاتیشون در بخش دیگری آقای خامنه ای، اینا رو چون گفتن من دارم میگم آقای خامنه ای، منظورم اینی که نوشتر اینم براتون بخونم. در بخش دیگری علی خامنه ای از سخنان خود گفت شاید 6 ماه یا بیشتر است که دارن علیه انتخابات روز جمعه تبلیغات میکنن، انواع و اقسام تبلیغات برای اینکه مردم را دلسرد کنن و برای اینکه پای صندوق ها خلوت باشد. ایشان با اشاره به تحریم انتخابات در سخنرانی خود گفتند صدها هزار و اگر این رسانه های پدید آمده، تازه پدید آمده رو، یعنی اینترنتی رو هم محاسبه کنیم، سر به میلیون ها میزند. میلیون ها رسانه را به کار انداختن برای اینکه مردم ما را دلسرد کنند. گاهی گفتن مردم شرکت نمی کنن، گاهی گفتن تحریم می کنن، گاهی گفتن تقلب می شود. الحمدلله خود ایشون یه اشاره کردن و تکذیب کردن، چون مردم باور می کردن که تقلب شده. خیلی جای شادمانیه که مقام رئیس روزخانها فرمودن اینا هم معتقدن که تقلب میشه. گاهی گفتن چه و چه برای اینکه مردم پای صندوق های رای نروند. این چه و چه هم از ارباب کبیرشون آقای خمینی یاد گرفتن. ایشون
چه و چه، هر جا ایشون آقای خمینی مطلب کمی آوردن گفتن چه و چه، حالا ایشون هم یاد گرفته میگه چه و چه. برای اینکه مردم پای صندوق رای نیایند، دل سرد بشوند، آنی که من احساس میکنم و از لطف الهی احتمال قوی میدهند که اینجور بشود که این ملت که ملت ایران نام دارد روز جمعه می آید پای صندوق های رای و این حضور یک سیلی سختر به چهره استکبار هست. مقام رئیس روزخان ها پیشبینی فرمودند. علی خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود که متن کامل آن در وبسایت رسمیش منتشر شده با اشاره به تحریم های بین المللی علیه ایران گفت: اگر آمریکا و غرب و صهیونیسم و سرمایه‌داران و مفتخوران یهودی وابسته به سازمان صهیونیسم بتوانند ملت ایران را قانع کنند، به زانو در بیاورند، به عقب نشینی وادار کنند، میتوانند به دنیا بگویند آخوند میبینید، ببینید اینها را که ملت پیشرو بودند ما سر جای خودشون نشوندیم. هدف این است، همه تلاش ها برای این است که این یک روز را که یک روز این را نمی گفتن کتمان می کردن ولی حالا علنن می گوین. او ادامه داد: امروز صریحاً و علنن می گوین ما می خواهیم تحریم کنیم، تحریم نفت، تحریم بانک مرکزی، تحریم چه، تحریم چه و چه. دوباره از ارباب کل یاد گرفت چه و چه. به وسیله شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه صادر کنیم، پشت سرش قطعنامه دیگر، پشت سرش قطعنامه دیگر و چه و چه، که چه اتفاقی بیفتد؟ برای اینکه ملت ایران خسته شود. عجیب است، هر چه گذشته ملت ایران شادابتر، زندتر، با استقامتتر و مصممتر شده است. بله راست میگه، البته بیت خودشونه میفرماین، چون مثلا آقا مجتبی و آقا مصطفی و عروس و خانواده همه بشکن زنون، خدا رو شکر که آقا میرفت موتور سوار میشد، شلوارشو میکرد تو چکمش، میرفت اینجا روزه میخوند 10 تومن میگیره. حالا فقط آقا مجتبی، الان براتون میخونم سایت اصلاحچی ها نوشته، 1,200,000,000 دلار پول نفتی که قرار بوده بیاد تو بودجه دولت به گفته آقای بهمنی رفته به حساب آقا مجتبی. میخونم براتون حالا. بعد ایشون میفرماین که با تجربه ای که از رفتار مردم و اعتمادی که به لطف الهی دارم پیشبینی میکنم به فضل الهی حضور مردم در این انتخابات یک حضور دشمن شکن باشد. این متن سخنرانی مقام معظم رئیس روزخانه بودم. اینو برای این خدمتتون عرض کردم که مطالب دیگری رو بگم. قبل از این که به بقیه مطالب بپردازم خدمتتون عرض میکنم که امشب من پیشنهاد کردم به آقای شجره یه برنامه فوق‌العاده گذاشتیم. برنامه من ساعت 9:30 یا 9:20 به پایان میرسه و برنامه بعدی همکار من خانم شافلایتی هستن. بعد از برنامه ایشون یعنی ساعت 10:30 من بار دیگه در خدمت شما هستم تا ساعت 12. و در اون برنامه فوق‌العاده من بسیاری از مطالبی رو که در این برنامه قادر نیستم به آگاهی شما برسونم به دلیل اینکه وقت برنامه کمه، در اون برنامه مفصل‌تر با یکی دو تا از صاحب نظران در این مورد صحبت خواهم کرد و به آگاهی شما میرسونم که چگونه فضل الهی نمیدونم شرکت دشمن شکن مردم در پای صندوق‌های رای با چه ترفندها و حق بازی‌ها و دروغگویی‌ها و تهدیدها و بقیه این رذالت‌ها توأم بوده، که یه نمونه کوچکش رو خدمتون الان عرض می‌کنم. آمدن فتوایی رو که آیت الله سیستانی در مورد انتخابات مجلس شورای ملی عراق گفته بود 2 سال پیش، این رو برداشتن تو SMS سپاه پاسداران و آقایان بسیجی‌های محترم
و کسانی که ذوب شده در ولایت فقیه هستند به اسم اینکه آیت الله سیستانی انتخابات رو تجویز کردن و فتوا دادن اعلامیه صادر. گوش کن، این اعلامیه را از قول آقای سیستانی قرائت نوشتن. آیت الله شرکت در انتخابات واجب شرعی و عدم شرکت در آن امری نابخشودنی است. اگر کسی نتواند نماز بخواند یا روزه بگیرد میتواند قضای آن را ادا کند، اما شرکت نکردن در انتخابات امری است که قضای آن ادا نمیشود. تعاونی اعتبار ایران خود رو. حالا روزنامه ها نوشتن که این اعلم تشیع یعنی آیت الله سیستانی این موضوع رو 2 سال پیش برای انتخابات عراق گفته بود. میبینی فضل الهی چگونه شامل حال مردم ایران شده. همینان گرامی، شرکت تعاونی اعتبار ایران خود رو این اعلامیه رو جعل کرده از قول آیت الله سیستانی. اونم نمیتونه الان تکذیب کنه دیگه، الان نمیتونه. ایشون یک بار بهش گفتن نظر شما راجع به ولایت فقیه و ایران چیه، گفته والا این کارا مهندسی شده در ایرانه، من به کار ایران کاری ندارم. البته این راه فرارم است. چطور اینا راجع به این آیت العظما راجع به حجاب و نمیدونم این چیزای مسائل ایران دخالت، حالا ایشون اینو گفته. ولی آیت الله ثانعی، آیت الله دستغی و خیلی از این آیت الله ها مردم رو دعوت کردن به عدم شرکت در انتخابات قلابی فردا به وقت میهنمون دارم میگم، روز جمعه. اما یه مسئله دیگه که بسیار نشان دهنده این هست که چقدر فضل الهی شامل حال مردم ما شده، اجازه بدید که این یکی رو بخونم براتون. رئیس زندان بابل، کلامتی یا متی کلا، ببخشید متی کلا، خانواده های زندانیان رو این تو قسمت دوم برنامه هم خواهم جمع کرده، گفته اگر شما میخواد ملاقات کنید با همسرانتون، پسرانتون، برادرانتون، باید شناسنامه های اینا رو بیارین زندان. اینا، این دوستان شما، این برادران شما، شوهران شما، اینا میخوان رأی بدن، وگرنه نه اجازه ملاقات حضوری میدین و نه اجازه دارین تلفن کنین به اونا. میبینی فضل الهی را هم یعنانی گرامی. انتخابات که آقا امام زمان تایید کرده، آقای سیستانی تایید کرده، مقام معظم رئیس روزخانها از مردم خواهش کرده اگه نیاین این صهیونیسم و این استکبار جهانی و امپریالیسم جهانی، میگن دیدی پشت سر اینا خالی حمله میکنن به ایران. ببینید چقدر اینا فکر ملتن. حالا راجع به دلسوزی های اینا برای مردم ایران، من در یک برنامه مفصلتر که از ساعت 10:30 خواهد بود مفصل راجع به این مسائل صحبت میکنم که چه اتفاقایی افتاده، همه‌رم با سندهای خودشون، از روزنامه های خودشون، از سخنرانی های خودشون براتون خواهم گفت. در این قسمت از برنامه همیانان گرامی صحبت میکنم با خانوم افشار، هنگامه افشار، همکار بسیار خوب من. خانوم هنگامه افشار همیانان گرامی قراره در یک سمینار یا کنفرانس که مربوط به سالگرد حضور زنان در صحنه‌های جهانی هست دعوتشون کردن در کانادا، ایشون برن در اونجا سخنرانی بکنن. من ازشون خواهش کردم قبل از این که به این کنفرانس برن و در این سمینار شرکت بکنن در برنامه امشب من شرکت کنن و راجع به این مسئله اطلاعاتی در اختیار شما همیهنان گرامی قرار بدن. خانم افشار گرامی درود بر شما. درود بر شما آقای فرجی گرامی و هم میهنان ارجمند، حالتون خوبه؟ خیلی سپاسگزارم، خیلی ممنون از شما که دعوت من رو قبول کردید. خانم افشار بفرمایید که کی شما تشریف میبرید، برنامه چی هست و به چه مناسبتی میرید؟ بله بله عزیزم، من تا چند ساعتی دیگه پرواز دارم به طرف کانادا، تورنتو، و این در واقع به مناسبت 101 سالگرد 8 مارچ روز جهانی زن که امسال گروه ایرانیان گرین سکولار، در واقع این سبزهای سکولار هستن، لطف کردن دعوت کردن
و اونجا میریم که در واقع یک شمه از واقعه 8 مارس پیش در زمینه های به وجود آمدن 8 مارس که برمیگرده به دهه ها و قرن ها، که قرن ها که نه، خب میتونیم بگیم دو قرن اخیر، و بعد دستاوردهای 8 مارس در سطح جهانی و ببیشه در ایران که هموطنان و زنان ایران ما که درست در بحبوحه اوج مشروطه بود آقای فرج گرامی، و در اونجا یک سخنرانی خواهم داشت و البته برنامه های دیگری هم خواهد بود به مدت 3 ساعت. بله. چقدر طول میکشه این سمینار یا این کنفرانس خانم افشار؟ جانا والا زمان من گویا 1 ساعت و نیم یا 2 ساعته، چون 50 دقیقه من اطلاع این لکچر هست، اطلاعات 50 دقیقه سعی میکنم پرسش و پاسخ باشه، 1 ساعت هم پذیرایی معرفی. گویا اولا که خودم با سیمین بانو در ایران صحبت کردم و 5 دقیقه صحبت سیمین بانو گرامی داشت سیمین بانوه و شاید یک سروده جدیدی رو برای اون روز به ما هدیه بفرماین، و بعد تقدیر 4 زن بزرگ ایرانیست در سطح جهانی معرفی تا اونجا که من اطلاع دارم، و بعد برنامه هنری. 2 بعد از ظهر شروع میشه تا 5 بعد از ظهر همین یک شنبه که میاد 4 مارس. بله. روم مارس در واقع. بله. 2 تا 5 بعد از ظهر و در یک محل بسیار جالب و شناخته شده هم هست، نورت یورک سیویک سنتر در 5100 یونگ ستریت. در واقع این جاییست که گویا شهرداری شوراهای خودشو برگزار میکنه. و من متاسفانه خانم افشار گرامی در این روز یک شنبه برنامه ندارم، ولی روز دوشنبه برنامه دارم. امیدوارم، فکر میکنم اون موقع شما برگشتین یا در تورنتو هستین همچنان. نه، من یه چند روزی میمونم عزیزم. چند روزی میمونم. اگر بشه من دوشنبه شبم باز با شما تماس میگیرم ببینیم نتایج این سمینار یا این کنفرانس چی بوده. اگر اطلاعات جدیدی شما داشتید در اختیار ما بذارید. شرکت کسانی که در اون سمینار یا کنفرانس بودن چه نتایجی حاصل شد؟ آیا توانستید با دیگران صحبت بکنید و چه برنامه‌هایی برای آینده‌شون دارن؟ خیلی جالب میشه اگر اینها رو در زمینه فعالیت‌های زنان در خارج از کشور اطلاعاتی در اختیار همیهنان ما قرار بدید. حتما حتما. آقای فرجی، من شنیدم در تورنتو فعالیت‌های فرهنگی بسیار مورد استقبال قرار می‌گیره، کما اینکه برای همین سمینار روز یک شنبه سالن گنجایش بین 350 تا 400 نفر داره. من گفتم یک چنین جمعیتی برای کنسرت میان، آیا برای محفل فرهنگی میان؟ گفتن بله، در تورنتو خیلی رسمه. و خوشحالم که در اونجا با بانوان برجسته و فعال سیاسی و اجتماعی آشنا خواهم شد. همونطور که گفتم به هر حال فعالیت های این گرین موومنت که من هیچ اطلاعی ندارم، فقط فکر میکنم اولین سال هم هست که اینا دارن سالگرد 8 مارس رو میگیرن، و حتما دوشنبه شب من میتونم تلفنی به شما اطلاعات جالبی بدم، چون مطمئنم جایی که 400 نفر شایدم بیشتر نمیدونم هموطنان باشن و خانمهای عزیز فعال سیاسی حقوق بشری و مردان، خبرهای جالبی میتونه باشه آقای فرج. و این خیلی جالبه خانم افشار که در خارج از آمریکا، یعنی در کانادا، در استرالیا، در اروپا، من خودم هم شاهد بودم خیلی فعالیت‌های زنان همیهن ما چشمگیره. من تعجب می‌کنم در آمریکا، البته من شاید آگاهی ندارم، یعنی آمریکا منظورم لس آنجلس، فعالیت‌ها خیلی کم رنگ‌تر به نسبت جمعیتی که جمعیت ایرانی که در اینجا حضور دارن. شما فکر نمی‌کنید اینطوریه؟ در اروپا رو مطمئن هستم خیلی فعالن، به ویژه ما در 2 نوبت قبلم که با شما صحبت کردیم در مورد گروه های چپ مستقل این زن. البته یه امکانات طلایی هم در اونجا دارن. بله. اروپا همه جا با اتوبوس، با ترن اتحادیه اروپا در اونجاست، این کشورهای اروپایی همه به فاصله 3 ساعتن، اینم خیلی کارو راحت کرده. بعدم خانم افشار بزنن. بله. اونجا یه باید پاشیم بریم مثلا واشنگتن، سازمان ملل. بعدم خانم افشار، بنیادهای دولت غیر دولتی مثل کلیساها، مثل سندیکاهای کارگری، مثل احزاب،
اینا یا بنیادهای مستقل دیگه کمک میکنن به این نوع فعالیت‌ها از نظر مالی. من نمیدونم در آمریکا آیا این همچین کمک‌هایی میشه، میتونن از بنیادهای مستقل کمک بگیرن و غیر دولتی؟ ببینید من اینجا نمیدونم، خود اگر در اروپا چنین کمک‌هایی هست حتما شما میدونید که عده‌ای نزدیک شدن تقاضای کمک کردن. در امریکا کلیساها مطمئنم ثروتمندتر از کلیساهای اروپایی هستند، ولی در چه راهی سرمایه هاشون رو مصرف میکنن؟ آراده به مقاصد سیاسی میزنن، به ویژه در نفع اقلیت ها مثل ماها خارجی ها، سیاست خارجی. نمیدونم، این رو باید که کسی تحقیق بکنه و بره دنبالش و بدونه. اما خیلی جالبه این موضوع که اشاره فرمودین. بله، بنیادهای مثلا در بنیاد ویلی برانت در حزب سوسیال دموکرات هست، بنیادهای دیگه هست که مربوط به رهبران حزب سوسیال دموکرات آلمانه، حتی گروه های سبز ها دارن از این فعالیت ها که اینا کمک میکنن به فعالیت های زنان، به فعالیت های نمیدونم حقوق بشری، به فعالیت های خیلی تو این زمین فرهنگی به خصوص، خیلی از این زمین ها کمک میشه و واقعا اگر این کمک ها نباشه بسیار از این فعالیت ها متوقف میشه. در هر صورت امیدوارم که با موفقیت در اون جلسه شما شرکت بکنید و گزارش هم به آگاهی همیهنان گرامی برسونید. حتما عزیزم. آقای فرجی نازنین خیلی ممنون، اجازه بدیم من یک بار دیگه به سرعت خواهش میکنم بفرمایید. داری رو روز همین یک شنبه 4 مارس از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر در نورت یورک سیویک سنتر 5100 یونگ استریت در تورنتو کانادا به مناسبت روز 8 مارس، و یک تلفن اطلاعی هم هست 647 429 20 22. بسیار سپاسگزارم جناب فرجی، من با شما از اینجا تماس خواهم گرفت صبح دوشنبه که هماهنگ کنیم. بسیار سپاسگزارم من از شما که آمدید و این اطلاعات رو در اختیار همیهنان ما به خصوص در تورنتو قرار دادید. مرسی، خیلی ممنون. مرسی نازنین، خیلی ممنون. خب همیهنان گرامی، میگم که فرصت بسیار فشرده است. من عرض کردم خدمتتون از ساعت 10:30 بار دیگر من در خدمتتون هستم با دوست گرامی خودم دکتر مصطفی دانش و یکی دو تا از صاحب نظران، ولی در این قسمت برنامه باز دوباره صحبت میکنم با دکتر دانش و دوباره در ساعت 10:30 هم دکتر دانش در خدمتشون خواهیم. دکتر دانش سلام. سلام آقای فرجی، شما خوب هستین؟ مرسی، حالت خوبه؟ از شرکتتون. دکتر دانش، انتخابات داره در ایران انجام میشه، نظرتون چیه؟ خب شما به درستی قبلا گفتین آقای فرجی که انتخاباتی که داره انجام میشه انتخابات فرمایشی است، انتخاباتی که در واقع رژیم کودتا با تمام قوا سعی میکنه اینطوری معرفی بکنه یا اینطوری وانمود بکنه که تمام جهان در واقع در صدد اینه که جمهوری اسلامی یا ایران رو نابود بکنه. اونو صحبت از مردم ایران میکنن، در واقع مسئله نظام جمهوری اسلامی و در واقع رژیم کودتاست و سعی میکنن بتونن مردم زیادی رو به انتخابات بکشونن و چنین وانمود بکنن که این رژیم کودتا مشروعیت داره و از حمایت مردم برخورداره. در واقع میدونیم چنین نیست. اگه در واقع چنین بود و مردم با کمال رضایت می رفتن به انتخابات، احتیاج نداشت چنین تقلبی بکنن. در صحبت‌های سیستانی و شما به درستی گفتید، سیستانی این صحبت رو 2 سال پیش در رابطه با انتخابات بغداد کرده. سیستانی در چند مدت پیش ازش سوال میکنن در رابطه با جمهوری اسلامی و رهبری جمهوری اسلامی و ولایت فقیه، و اون میگه من به کاری با ولایت فقیه و ایران ندارم، خود ایران و ولایت سرمهندس دارن و اونا خودشون انجام میدن. این صحبت دیگه سیستانی میکنه و امروز متاسفانه در واقع افشا و به خوبی شما افشا کردین و شاید سعی میکنن که مردم ایران یا مردم دنیا متوجه نشن چه حقوق بازی و چه تقلبی داره در واقع انجام میشه از زبان رهبران مذهبی مانند سیستانی. و واقعیت اینه که به نظر من و شما به درستی گفتین که این رژیم پایه مردمی نداره و به گفته خود بعضی از سیاستمداران جمهوری اسلامی کمتر از 6 میلیون یعنی بیش از 40-45 میلیون در واقع اینا میتونن رأی بدن در ایران، 6 میلیون شرکت نخواهند کرد در انتخابات. دوستان این جالبه، من رو در قسمت دوم برنامه همه اینا رو میارم سندش رو چیزایی که جالبه پیش بینی کردن شرکت کن 60% تا 65 نفر اولی که انتخاب میشه از تهران آقای حداد عادل
خیلی جور. یعنی همه رو عین این برنامه رو پیاده خواهند کرد. حالا ببینید ببینید چقدر مسخره است این کارو. یعنی پیش بینی کرد و کارو خواهند کرد و از صندوقا کسانی رو بیرون خواهند کشید که میخوان و دوباره همون آش و همون کاسه همون مجلسی است که در واقع فرمایشی است و زیر نظر و کنترل شخص خامنه ای. البته شخص خامنه ای هم زیر کنترل گروه دیگری است و اون رهبران سپاه پاسداران هستند. در واقع این ادامه خواهد یافت. دوستان شما، می‌خواستم اتفاقا ضمن این سوالی که از شما کردم به این موضوع اشاره بکنم که امروز شنیدید که کره شمالی در با کمال تعجب، یعنی اصلا آمریکایی‌ها خودشون هم شوکه شدن از این، آمده و پیشنهاد آمریکایی‌ها رو، چون یه دریاسالار آمریکایی گفته بود ما به شرطی باید کمک کنیم به کره شمالی که در وضعیت بسیار وخیمی از نظر آذوقه، از نظر وضع زندگی مردم، اصلا عده زیادی می‌میرن از گرسنگی، قرار که بیان اینا پیشنهادهای آمریکا رو قبول بکنن و ما بهشون گندم میدیم. ما میدونی یک بار دیگه هم این اتفاق افتاده، ولی بعدن کره شمالی زد زیرش و گفتش که آقای آمریکایی‌ها خلف وعده کردن و به همین دلیل ما برنامه رو به هم می‌زنیم، دوباره شروع کرد به فعالیت. ولی به اصطلاح کارهای اتمی شما علق گذاشته، کارهای موشکی شو در این مورد اگه اطلاعات داری لطفا بگید. ببینید کره شمالی در واقع یک بار در سابق هم چنین کاری کرد، یعنی خواهان این بود و ادعا میکرد که در واقع برنامه اتمیش رو معلق بکنه و غنی کردن اورانیوم رو قطع بکنه و در مقابل قرار بود که هزارها تن مواد غذایی به خصوص گندم آمریکا به کره شمالی بده، ولی در سالهای 2000 بود، فکر میکنم 2003 یا 4 بود که کره شمالی در واقع زیر این قراردادش زد و حتی در واقع کره شمالی کشوری است که قرارداد منع گسترش سلاح‌های اتمی رو قبلا امضا کرده بود، مال سال 1986، ولی در سال 2006 به نظر من بود که زیر این قرارداد میزنه و این قرارداد نمیپذیره. تمام متخصصین آژانس بین‌المللی رو از کره شمالی خارج کرد و امروز تعجب آوره و امروز دوباره کره شمالی قبول کرده که با گرفتن در حدود 240,000 تن بله مواد غذایی و غله بپذیره که در واقع غنی کندن اورانیوم قطع بکنه، به خصوص در پروژه یونگ بیونگ خودش قطع بکنه و تست اتمی دیگه انجام نده. و این همون شرطی است که آمریکا گذاشته، ما در صورتی حاضریم به کره شمالی مواد غذایی بدیم که در واقع این غنی کردن اورانیوم و تست اتمی رو قطع بکنه و چنین کاری رو کره شمالی کرده. رهبر جدیدش جوانی که پسر کیم ایل سونگ که امروز به قدرت رسیده چنین کاری کرده و خب باید منتظر شد که در آینده سیاست کره شمالی در چه جهتی خواهد بود. این امکان وجود داره که کره شمالی در واقع تجدید نظر کرده باشه در سیاست خودش، رهبر جدید و رهبر جدیدی که در واقع جوونه در سوئیس، اینم مهمه، این رهبر جدید، این جوانی که 20 و چندین سال از عمرش نمیره، تحصیلاتش در سوئیس داشته و با شرایط دموکراسی در سوئیس آشنا شده، چه بخوایم چه نخوایم بالاخره در سوئیس بوده و تاثیر داشته و به عنوان نوجوان به سوئیس رفته، یعنی جوانی که در حدود 13 14 سال بیشتر عمر نداشته، سنش 13 14 سال بوده، به سوئیس رفته و تا سن 22 سال در سوئیس تحصیل کرده. اصلا قرار نبود این بیاد ولیعت بشه، بعد برادر بزرگتر داره، اون زد زیرش. بله و این پسرشو گذاشت و میتونه در واقع تجدید نظری باشه، میتونه شرایط کره شمالی کاملا تغییر بکنه، ولی خب باید منتظر بمونیم که در آینده چه سیاستی را کره شمالی با رهبر جدیدش، با این رهبر جوان و مهمتر از همه نه تنها رهبر جوان بودن مهمه، بلکه اون ارتش و اون نظامی که در اونجا حکومت میکنه این مهمه. آیا این نظام و تمام سران ارتش که اینا همه در واقع پیرمردای 70 و 80 سال و 90 سالن و مدت هاست در رهبری حزب کمونیست کره شمالی قدرت دارن، ممکنه اصلا این اجازه رو به این جوان ندن که در آینده بتونه تجدید نظر بکنه و سیاست کره شمالی رو تغییر بده، همونطوری که در رابطه با بشار اسد چنین نشد. بشار اسد موقعی که در سوریه به قدرت رسید چنین قول داد که رفرمای اساسی در سوریه به وجود بیاد، ولی خب میدونیم اون نظام و سیستم اتفاقا اونم عین این بود، یعنی برادرش قرار بود این کاره بشه، این داشت پزشکی میخوند انگلیس، بعد ول کرد اومد اونجا. بله برادرش در سال 1994، برادر بشار اسد در واقع در یک حادثه تصادف ماشین کشته میشه و در سال 2000، قبل از 2000 زمانی که حافظ اسد سخت مریض بود، اونو از انگلستان که داشت چشم پزشکی میخوند و در واقع پزشکم شده بود، اینو میخواد به
سوریه و اون رو رئیس جمهور جدید میکنه. ولی جالب اینه که مردم و تمام امید مردم سوریه این بود که این بخواد رفرمای اساسی رو انجام بده در سوریه و در ابتدا هم به نظر من چنین قول و قراری رو بشار اسد گذاشت و فکر میکنم صادقانه هم چنین قولی رو قرار گذاشت. ولی خب شما میدونید اون سیستم فساد فساد ارتشی و سیستم فساد اداری که در اونجا وجود داره این بدتر از شرایط ایران در واقع این اجازه رو به بشار اسد نداد که بخواد رفرم کنه و امروز به اون منجلابی رفته که خود سیستم و در واقع ارتش و رهبران ارتش براش به وجود آوردن. دکتر دانش، من داشتم امروز خبرها رو نگاه می‌کردم، خیلی جالب بود، دیدم که این نشریات ایران، روزنامه‌ها و سایت‌ها شروع کردن حمله کردن به تونس و اینی که تونس داره از راه انقلابش که مردم اومدن تو خیابون انقلاب کردن، الغنوشی داره چیز میشه، جدا میشه، مردم به همین دلیل مردم ریختن تو خیابون‌ها تظاهرات کردن بر علی الغنوشی. میدونی که اصلا همچی خبری نیست، این خبرها رو جعل کردن اینا. خب اینا در جعل خبر که میدونن استاد اینجا آقای فرهادی میاد یه چیز دیگه میگه، بعد تو اسکار اونا هم یه چیزای دیگه دلشون بخواد میذارن، بعدم بهشون میگن چرا این کار کردی، یه نفر تلفن کرده آقا چرا این کار کردی، گفته ما هر کاری دلمون خواد میکنیم. بله، حالا این جریان چیه؟ بعدم این حملاتی که روزنامه‌های دبی من شنیدم تو این جردیه که دو سه روز اخیر کردن، اینا چیه؟ شما آگاهی دارید؟ در واقع باید موقعی که صحبت از تونس میکنیم به این مطلب اشاره بکنیم که در واقع رهبری مسلمانان تونس یک رهبری لیبراله، یعنی الغنوشی اصلا جمهوری اسلامی و رهبری جمهوری اسلامی رو قبول نداره و مهمتر از همه اینه که نخست وزیر رئیس جمهور نخست وزیر تونس که از حزب الغنوشی اسلامگراست چند روزشی سفری به عربستان سعودی داره. این خیلی مهمه. البته رئیس جمهور غیر مذهبی است. بله، رئیس جمهوری آدم مرغوبی سکولاره، نخست وزیر از حزب اسلامگرای الغنوشیه و جالبه که این سفری به عربستان سعودی کرده و با ولیعهد عربستان سعودی که در واقع قدرتمند اصلی امروز ولیعهد عربستان سعودی مذاکره کرده و حتی گفته که ما خواهان پس گرفتن بن علی هم نیستیم و چنین کاری چیزی نمیخوایم، ما بهترین کاری که میتونیم بکنیم بهترین روابط با عربستان سعودی داشته باشیم. یعنی درست عربستان سعودی که مخالفت شدید با جمهوری اسلامی داره، ما میدونیم پادشاه عربستان سعودی ملک عبدالله صحبت از این میکرد که باید سر ما رو در ایران زد، یعنی خواهان این بود که حمله نظامی بیرون بشه و امروز هم در این جهت عربستان سعودی داره فعالیت میکنه و حتی عربستان سعودی از اون کشورهایی است که خواهان حمله نظامی به سوریه است و خواهان دادن اسلحه به سوریه. میدونی اینا هم سفیرشو بیرون کردن، سفیر سوریه هم بیرون کردن، هم در نشست روز پنجشنبه گذشته در تونس وزیر امور خارجه عربستان سعودی از کنفرانس خارج میشه، میدونی 60 کشور جهانی در اونجا شرکت کرده بودن به عنوان دوستان سوریه و در اونجا عربستان سعودی خواهان اینه که به شورشیان کمک نظامی و اسلحه داده بشه و از اونجایی که کشورهای غربی به خصوص حتی وزیر امور خارجه آمریکا خانم کلینتون و آلمان گیدو وستر وده و حتی وزیر امور خارجه فرانسه اینه نمیپذیرن که به شورشیان اسلحه بدن، غر میکنه و از جلسه خارج میشه. در واقع باید ببینین که رابطه تونس امروز با عربستان به قدری نزدیک شده که این نشون میده که در واقع حزبی که در تونس قدرت رو به دست گرفته و اکثریت رو به دست آورده در جهت مخالف جمهوری اسلامی است و اون صحبتی که آقای خامنه ای، اون مزخرفاتی که آقای خامنه ای از بیداری اسلامی در تونس میگن، این نتیجهش اینه که امروز در واقع تونس و اون حزب اسلامی الغنوشی در کنار عربستان سعودی بر علیه ایران و در تضاد با ایران قرار گرفته. دانشمند گفتم یک بار، من تقریبا دو سال بعد از انقلاب بود، اتفاق همسرم و بچه هم رفتیم دارجربا، میدونی که جزیره چیز تونسیه که بن علی خیلی به اونجا رسیده بود، این جزیره رو خیلی مجلل و توریستی درست کرده بود برای توریست. بیشتر درآمد مردم تونس هم میدونی که از راه به اصطلاح توریست. این جریانات که در تونس اتفاق افتاد، مردم در وضع بسیار اسفناک قرار گرفتن. الان آقای الغنوشی اینا که جمهوری اسلامی چیا خوابن، اینا خیال میکنن مسائل فقط ایدولوژیه، ایدولوژی و بیان بشینن و اینم تحت تاثیر مذهب و قرآن و خدا و در حالی که اصلا اینطوری نیست. یعنی حتی احزاب اسلامی هم شرایط خودشونو میسنجن، منافع ملی خود، این ایرانی که منافع ملیشو وقت کرده به سوریه و حزب الله لبنان و جهاد اسلامی و که هم جوابشو دادن. البته شما ببینید الان آقای الغنوشی تشخیص میده که در این شرایط اسفبار
این فقط عربستان سعودیه که با 11 میلیون بشکه نفت در روز ثروت افسانه‌ای میتونه کمک بکنه و مردم از اون حال و همه کشور، حتی اخوان المسلمین مصر الان بلند میشه میره با مقامات اسرائیلی مذاکره میکنه. این تشویق‌های عربستان سعودی و پول اوناست. کاملا صحبتتون درسته. ببینید در واقع کشور تونس درآمد نفتی نداره. باید درباره ایران مقایسه صحبت می‌کنیم. ایران 80 میلیارد دلار در سال 2013 درآمد نفتی داشته و 80% از درآمد دولت از نفت بوده در ایران، ولی تونس اینا نداره. ولی در مقابل در واقع توریست‌های زیاد اروپایی به تونس میاد و یکی از منابع درآمد اصلی تونس همین رفتن توریست هاست. و الغنوشی و رهبران حزب الغنوشی چندین بار گفتن ما اصلا امکان نداره به حقوق توریست ها اصلا خیانت بکنیم یا جلوی این کار بکنیم، و حتی صحبت از این کرده که مسئله تساوی حقوق زن در تونس جدیه. یعنی اون چیزی که در ایران میگذره و اون تمام تضادی که در ایران وجود داره و فشار و سرکوبی که به زنان وجود میاد، در تونس چنین چیزی نخواهد بود. ولی شما به خوبی درستی یک مطلب اشاره کردین آقای فرجی، و اون اینه که ما چندین هفته پیش هم اینجا مطرح کردیم که عربستان سعودی هم اکنون در مدت یک هفته فقط، دقت بکنید، 1.5 میلیون بشکه نفت بیشتر صادر میکنه. عربستان سعودی در آخر ماه ژانویه، یعنی تا 4 هفته پیش، 9,760,000 بشکه. یعنی این میلیون یعنی چی؟ این یعنی یه چیزی حدود 50 میلیون اضافه، میلیارد، 40 میلیارد اضافه. ولی جالبتر از اونه که در واقع داره جای صادرات نفت ایران میگیره. موقعی که 1.5 میلیون در مدت یک هفته بیشتر نفت تولید میکنه و صادر میکنه، در واقع داره جای اون 2,200,000 بشکه که ایران در روز صادر میکنه جای اونو میگیره. و این همون سیاست جنگ نفت، جنگ نفتی است که با ایران شروع شده. و به شودی قلبتون میدم که ایران در واقع با مشکلات عظیمی امروز روبروست. در واقع اقتصاد ایران به زمین خورده، اینو روزنامه‌های اروپایی هم چندین بار گفتن. ولی به زودی در واقع اون مقدار پولی هم که بخوان به دستشون برسه، حتی به ارتش خودشون، به سپاه پاسداران و بین موزدوران هم تقسیم بکنن، دیگه این شیرینی وجود نخواهد داشت. به زودی اونم قطع خواهد شد. در تایید حرف شما، ببینید الان عربستان سعودی با همین اضافه تولیدی که داره انجام میده میتونه تمام کشورهای انقلاب زده اسلامی رادیکال حتی بخره و اینا رو بیاره در خدمت سیاست های خودش، از جمله جهاد اسلامی، حماس، اخوان المسلمین مصر. برای اینکه این کشورها همه بیچاره شدن از نظر مالی. این کارم دارن میکنن آقای فرجی. باید به این مطلب اشاره بکن. خبری که تا به حال انعکاس وسیع نشده اون وزیر دفاع ترکیه، وزیر دفاع ترکیه عضو اخوان المسلمین، وزیر دفاع جدید ترکیه عضو اخوان المسلمین. در واقع این مثلث ترکیه، اتحادیه عرب در رأس عربستان سعودی، قطر، و با سقوط سوریه بشار اسد و در واقع اخوان المسلمین سوریه، این مثلث سه کشور ترکیه، جهان عرب به رهبری عربستان سعودی و سوریه به وجود آمده. و مصر رابطه امروز، رابطه میدونی اردوغان با اخوان المسلمین در مصر بسیار بسیار نزدیکه، همونطوری که درستش گفتید. رابطه اخوان المسلمین با آمریکا بسیار نزدیکه، مدت چندین ساله که با هم مذاکره میکنن، و امروز داره این مثلث به وجود میاد. از یک طرف ترکیه، جهان عرب در رأس عربستان سعودی، مصر و سوریه، که به زودی به مجردی که شکی در این مورد نباید داشته باشیم، اگه رژیم بشار اسد سقوط بکنه، اخوان المسلمین قدرت در اونجا به دست خواهند گرفت به رهبری ترکیه و جهان عرب و در واقع اتحادیه عرب. این در واقع این مثلث داره به وجود میاد. این حماقت و ندونکاری رهبری ایرانه که فکر میکنن که بتونن در این شرایط بحرانی که واقعا ایران، مردم ایران در خطرن و اونا سرنوشت خودشون رو، مردم ایران دارن گره میزنن، یعنی در واقع نابودی خودشون رو دارن گره میزنن با نابودی ایران و به این فکرن، به این فکر نیستن که در واقع موقعی که حماس جدا شده و حماس به طرف قطر رفته، به طرف عربستان سعودی رفته، عربستان سعودی با این 1.5 میلیون جدید تولید نفتش سالانه در حدود 400 میلیارد دلار، توجه بکن آقای فرجی، 400 میلیارد دلار درآمد نفتش فقط عربستان اضافه میشه.
400 میلیارد دلار درآمد سالانه نفت عربستان سعودی با 22 میلیون جمعیت، در صورتی که ایران با 75 میلیون امروز ورشکسته است و در واقع کشتی اقتصاد ایران کاملا به زمین خورده و همونطور گفتم به زودی دیگه پول نفتی وجود نخواهد داشت و اون 700 هزار بشکه‌ای که در سال پیش در واقع به اروپا ایران صادر می‌کرد امروز عربستان سعودی داره میده. و جالب‌تر از همه اینه که تا مدت پیش چین در روز 600 هزار بشکه نفت از ایران وارد می‌کرد، امروز به نصف تقلیل یافته، 300 هزار بشکه، و این 300 هزار بشکه رو داره از عربستان سعودی، خیلی جالبه، از عربستان سعودی وارد میکنه و از اون طرف ایران ادعا میکنه که چین در کنارش قرار گرفته و همپیمانش. در واقع میدونیم که با این سیاست اقتصادی چین بزرگترین ضربه رو داره به ایران چین میزنه. دکتر دانشمند، یه دونه گزارش دارم، خیلی جالبه، یه گزارش دارم از همین چیز، از همین کسانی که وابسته به خود رژیم هستن، به اصطلاح سندیکای کارگری درست کردن، خبرگزاری کار درست کردن، خبرگزاری کار ایران. رئیس یک از این کاندیداهاش آقای محجوب، حالا براتون گیر میارم، میگه ایشون میگه که از توی این خیابونی که قبلا کارخونجات، یعنی من فکر میکنم خیابانی میگه بین تهران و کرج، اگه شما یادتون باشه ایران رفته باشید که 100% رفتید، در اون زمان، در زمان رژیم گذشته تمام کارخانجات رو بردن اونجا، بردن به مرکز صنعتی. ایشون داره میگه 80% این کارخانجات تمامشون ورشکسته شدن، درا رو بستن و شروع کردن نمایشگاه های محصولات خارجی رو گذاشتن. و این خیلی اصلا، یعنی داره طرف به عنوان نماینده کارگران میگه ما باید کاری بکنیم که این کارگر، بچه های کارگرانی که شرم دارن از این که بگن ما پدرمون کارگره، از این فرم ببین چی کار کردن اینا تو مملکت. برای این که هر روز شما شاهد این که کارگران میان خودشون رو آتیش میزنن یا میان در به اصطلاح جلوی مجلس شورای به اصطلاح اسلامی یا در برابر نهاد ریاست جمهوری فریاد میزنن که آقا ما 6 ماه 8 ماه 9 ماه حقوق نگرفتیم. یعنی ببینید کارگر بودن در مملکت ما که این موقع افتخاری بود، یه نفر کارگره، حالا شده شرم‌آور برای اینکه بعضی از اینا جلو خانواده‌شون شرم دارن بگن ما 9 ماه حقوق نگرفتیم. بعضیا به من میگن آقا این حرف قلوفه، اگر کسی 9 ماه حقوق نگرفته پس چرا باز میره سر کار؟ وقتی که کسی حقوق نمیگیره خب چیکار کنه؟ کارو بکنه بره؟ میگه حداقل میرم کار میکنم شاید بتونم پولمو زنده کنم. به گفته خود متخصصین اقتصادی ایران 60% تولیدات ایران نابود شده و جالبتر اینه که تولیدات کشاورزی ایران نابود شده. بله. و تا 2 سال پیش در واقع ایران و جمهوری اسلامی فقط 4 میلیون تن غله وارد ایران میکرد، امسال واردات غله به 6.5 میلیون رسیده. درست. یعنی 2.5 میلیون هم اضافه شده. و توجه بکنیم موقعی که پایه اقتصادی کشور کشاورزی نابود میشه، طبیعتاً تمام اقتصاد از بین میره و با تحریم‌های کشیده و مواد اولیه که وارد صنایع ایران نمیشه، طبیعتاً تمام صنعت و تولید صنعتی هم خوابیده. و جالب‌تر از این که در چند روز پیش وزیر معادن ایران و وزیر نفت ایران آقای قاسمی، سردار قاسمی، و میرن سراغ خامنه ای، یعنی چی احمدی نژاد اونا رو مستقیم میفرسته برن سراغ خامنه ای و به خامنه ای توضیح بدن که اوضاع کشور به این ترتیبه. میدونی خامنه ای چه جواب میده؟ میگه به شما مربوط نیست، اگه شما در واقع وحشت از غرب دارین آینده کشور رو به دست جوان ها بدین، یعنی در واقع جوانایی که بدبخت زیر فشار و سرکوب هستن اینا بیان آینده رو بسازن و تولید صنعتی در ایران به وجود بیارن. این جواب این رهبری است که ادعا میکنه که مردم دنبالشن، و جواب رهبری است که یکی از مهره‌های مهم اون رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگه که در واقع کشور در آینده نزدیکی با قحطی روبرو خواهد بود. این جواب این رهبر به اصطلاح جمهوری اسلامی به وزرای خودشه. بله، گفت اگه عرضه نداریم بریم کنار جوان ها این کارو کنن، توهین کرده بهشون. اینا ببینید الان گزارش اینه، آقای دکتر دانش میگه که گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، علیرضا محجوب نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با حضور در جمع کارگران و بازنشستگان شهرره تحقق احترام قشر کارگر را از مهمترین اهداف خود عنوان کرد. ببینید چقدر کارگر ارزشش اومده پایین، البته از نظر دولت نه از نظر مردم.
ایشون گفته که این کاندیدای نمایندگی مجلس نهم افسود، من نمیدونم خیابان فدایان اسلام کجاست، ولی من تا اونجا که میدونم کار این شرکت‌های کارخانجات در جاده کرج بود. میگفته که اکنون خیابان فدایان اسلام گورستان کارخانه‌های تعطیل شده ماست و بر اساس آمار ارائه شده از سوی منابع رسمی، از میان بیش از 1000 واحد تولید تولید بحراندار 760 واحد به دلیل مشکلات ناشی از هدفمندسازی یارانه ها به این روز افتادن. ما قبلا حرفای مان را زدیم و هشدارهای مان را نسبت به اجرای این قانون دادیم، اما اکنون باید راه دیگری برای برون رفت از این شرایط یافت که این راه هم تنها در اشتغال زایی، سیانت از تولید و اقتصاد محقق میشه. و بعد میگه هر جا شما میرین میبینید که کارخانجات تعطیل کردن، در برابر همون کارخانجات برداشتن نمایشگاه گذاشتن، جنسایش چینی رو میپوشن. شما فکر کنید کاملا طبیعی است و درسته. و دقت بکنین در واقع نه تنها جمهوری اسلامی با سیاست بسیار وحشتناک و خراب اقتصادی خودش ضربه اساسی به پیکر اقتصاد ایران داده، بلکه تحریما خطر رو بسیار بزرگتر کرده. تحریما به خاطر اینکه جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی به طور کامل تضعیف بشه، در صورت تضعیف شدنه که میشه در واقع حمله خب نظام. کره شمالی الان نگاه کنید، جازت دیگه در برابر تحریما کاری کردن، بلای سرش آوردن که گرسنگی مردم رو به حدی رسوندن که طرف به قول شما حالا با وجود که جوانی هست احساس کرد ممکنه مردم قیام کنن. کاملا درسته، چون در برابرش هم مدل کره جنوبیه که یکی از پیشرفته ترین کشورهای سنه. خب ایران هم اینور مردم نگاه میکنن میگن دبی چلغوز، قطر چلغوز، عربستان سعودی، اینا شدن صحنه گردان سیاست های منطقه و ایران هی روز به روز بدتر و بدبختتر و بیچاره تر داره میشه. کاملا صحبت شما درسته. به نظر من در واقع رژیم وحشت از جنبش‌های اجتماعی داره، وحشت از قیام مردمی داره. به خاطر همین هم است که در این روزا تبلیغات وحشتناکی رو به خاطر انتخابات در واقع داره پیاده می‌کنه و از یک طرف سرکوب مردمه و گرفتن مردمه در این روزهای انتخابات، در دو روز قبل از انتخابات، و از طرف دیگه تبلیغات وضعی و ابزار تبلیغاتی که بتونه مردم رو به انتخابات بکشه و اینطوری ادعا بکنه که مشروعیت داره، ولی در واقع میدونیم که هیچ مشروعیتی نداره و رژیم در پروسه فروپاشی قرار گرفته. در مورد شک نیست. یه خبر دیگه بهتون بدم، حالا میخونم در قسمت دوم برنامه. آقای مطهری نشسته با آقای رسایی، حمید رسایی، نماینده اصولگرا، نمیدونم حالا چیه ایشون، نشستن با هم بحث کردن، یه دزیادی هم مردم نشست. آقای مطهری که خود ایناست، پسر آیت الله مطهری، گفته در جریان تظاهرات مردمی در سال 88 56 نفر کشته شدن و رژیم اینا رو اعلام نکرده. بعد گفته ما خیال کردیم 56 نفرن، حالا میبینیم زده بالا از 56. شما میدید اینا اعلام کردن 11-12 نفر. بعد خود این مرده که نقدی اومد گفت این 11 نفر هم از بسیجی ها بودن، یعنی اونم زد زیرش. حالا آقای مطهری نماینده محترم مجلس شورای اسلامیشون، پسر آیت الله مطهری، میگه تعداد کشته شده بالاتر از 50-60 نفر بوده و اینا اعلام نکردن. اینا رو دیگه خودشون دارن میگن. دکتر دانش، وقت برنامه ما داره به پایان میرسه. دکتر دانش، من همطور که خدمت شما همینان گرامی عرض کردم، در قسمت دوم این برنامه که از ساعت 10:30 به وقت لس آنجلس آغاز خواهد شد، یعنی فکر میکنم 1:30 دیگه، درسته؟ بله دیگه. یک ساعت دیگه بله، من و دکتر دانش در خدمتتون هستیم به اضافه دوستان دیگه که بعداً به ما خواهند پیوست و گفتگو میکنیم در مورد انتخابات. انتخاباتی که اینا فقط میخوان نمایش بدن. همینان گرام، اگر چنانچه در این انتخابات به قول اینا مردم شرکت بکنن و اینا باور بکنن که مردم همچنان در صحنه هستن، بیشترین فشارها رو بعد از انتخابات به مردم وارد خواهند کرد. این اطمینان داشته باشید. این تاکتیک رژیم. بسیار سپاسگزارم همینان گرامی، باهاتون خداحافظی نمی‌کنم. پاینده ایران، زنده باد آزادی.